بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی. شرط رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام. رئیس جمهوری آمریکا اما نظر دیگری دارد. Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table? No. They have to stop enriching uranium first. ایران و آمریکا توپ رو به زمین یکدیگر میندازند، اما آیا راهی برای باز شدن کلاف سردرگم برجام وجود دارد؟ در این باره با دو تحلیلگر صحبت میکنیم در ادامه برنامه. پیام آیت الله خامنه ای برای به محمد باقر قالیباف، چرا رئیس مجلس ایران برای رساندن پیام رهبر جمهوری اسلامی به پوتین انتخاب شد؟ سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای اولین بار به تهران، امیدواری جامعه بین المللی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه. آبی‌ها در صدر اما هواداران ناراضی، استقلالی‌ها پشت سر کاپیتان، طرفداران می‌خواهند مدیر عامل برود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. رهبر ایران میگوید تا آمریکا تحریم‌ها را در عمل لغو نکند، جمهوری اسلامی به تعهداتش در برجام بر نمی‌گردد. درخواست یا پیش شرطی که بعید از طرف مقابل بپذیرد. جو بایدن در مصاحبه‌ای که پیشتر ضبط شده بود، اعلام کرده تا غنی‌سازی فراتر از آنچه در توافق پیش‌بینی شده در ایران متوقف نشود، تحریم‌های آمریکا پا بر جا خواهد ماند. بازگشت به برجام که پیشتر شاید ساده به نظر می رسید و راه حل هایی هم برایش پیشنهاد شده بود، حالا از قبل پیچیده تر شده. یک طرف که اهرم فشارش تحریم است نمی خواهد فشار را رها کند و امتیاز دهد، طرف مقابل که تحت فشار اقتصادی است تعهداتش را کاهش داده تا از آن به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز استفاده کند. مذاکرات ایران با قدرت های جهانی با چنین بن‌بست های بیگانه نیست، اما این بار این مناقشه چگونه حل می شود؟ امشب در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از کسرانچی. و اما در قضیه تحریم‌ها، هر روز که می‌گذرد بیشتر معلوم می‌شود که تحریم‌ها بعید است که به این زودی‌ها برداشته شود. سخنان امروز رهبر ایران در مقابل افسران نیروی هوایی، اگرچه شاید نشان از مراحل اولیه مذاکرات از طریق بلندگوها و رسانه‌ها باشد، اما حل بحران را آسان نمی‌کند. اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم. It is my pleasure to introduce the President of the United States. سخنان آیت الله خامنه ای در نقطه مقابل سیاست‌های اعلام شده دولت جدید آمریکا قرار دارد که برگشت به برجام را موکول به بعد از برگشت ایران به همه تعهداتش در برجام کرد. سیاستی که رئیس جمهوری آمریکا حالا در مصاحبه‌ای با تلویزیون CBS تکرار کرده است. وقتی از او پرسیده شد که آیا حاضر است تحریم‌ها را بردارد تا ایران را متقاعد کند که به تعهداتش برگردد، پاسخ او منفی بود. نه. و گفت آنها باید غنی‌سازی را متوقف کنند. همین دیروز بود که وزیر خارجه ایران به روزنامه همشهری چاپ تهران گفت هنوز تصمیمی برای مذاکره با آمریکا در ایران گرفته نشده. محمد جواد ظریف به همشهری گفت مذاکره ایران و آمریکا موضوعی است که نیاز است در کشور در موردش اجماع باشد. فعلا شرایطی که داریم این است که در کشور اجماعی برای مذاکره با آمریکا نیست. وزیر خارجه ایران اگرچه اضافه می‌کند که نیازی هم برای مذاکره با آمریکا نیست و مسئول سیاست خارجی آمریکا می‌تواند ترتیبات برگشت دو طرف را به برجام هماهنگ کند.
او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام بدهد رو مشخص کردم. آقای بورل هم هست به عنوان هماهنگ کننده برجام و میتواند هماهنگی را انجام دهد. اما برگشت به برجام بدون مذاکره شاید بسیار دشوار باشد. همین دیروز بود که پیدا شدن رد مواد رادیواکتیو در دو سایت اعلام نشده هسته‌ای در ایران مشکلات پیش رو را بیش از پیش نمایان کرد. اینکه ایران ممکن است نه فقط تعهداتش را در برجام نقض کرده باشد، بلکه شاید تعهداتش در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هم زیر پا گذاشته باشد. کسرا ناجی، بی بی سی. باید این توضیح رو بدم که مقام‌های کاخ سفید اصلاح کردن گفته‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رو و گفتن که وقتی او اشاره به متوقف شدن غنی‌سازی می‌کنه، منظورش فراتر از آنچه در توافق هسته یا برجام پیش بینی شده بوده هست. این اصلاحیه‌ای بوده که مقام‌های کاخ سفید منتشر کردن. اما حالا برای بحث بیشتر در این مورد فرد فلایتس با ما هست، رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ از واشنگتن. آقای فلایتس پیشتر در CIA، وزارت خارجه و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هم بودند. آقای فلایتس ممنون که وقتتون رو به ما دادید. صحبت‌های و شرط‌های رهبر ایران رو شنیدید امروز. نظرتون راجع به اونها چه است؟ فکر می‌کنید دولت بایدن چه باید بکنه؟ متشکرم که منو دعوت کردید. من معتقد هستم که روشن هست رهبری ایران معتقد پرزیدنت بایدن تصمیم رو گرفته که میخواد به برجام برگرده و راغب هست که هرچه زودتر به برجام برگرده. بله، دولت آمریکا داره سیاستشو بازبینی قرار میده، ولی من فکر کنم که اینا سرپوشی هستش برای تصمیم واقعی آمریکا برای بازگشت به برجام. برای همین دست بالا رو به ایران داده. به همین جهت هم هست که ایران الان داره پیشرفت مطرح میکنه. امیدواری من این هست که پرزیدنت بایدن ببینه که ایران چه خطری برای منطقه هستش، چه جوری جرزنی کرده در توافق هسته‌ای و بر اساس مدارکی که منتشر شده من اینو میگم، و سختگیری‌های بیشتر رو نسبت به ایران به عمل بیاره. و در همین ارتباط هم امروز پرزیدنت بایدن در مصاحبه با سی بی اس گفت که ایران باید دست از غنی‌سازی برداره قبل از اینکه تحریم‌ها لغو بشه. من مطمئن نیستم که پرزیدنت بایدن واقعا سر این حرف قاطع و مصمم هست، ولی اگر مصمم هستش این میتونه شروع خوبی برای یک سیاست بهتر از طرف آمریکا باشه. برای این فکر میکنید که شاید آقای بایدن بر سر حرفی که زده کمی کوتاه بیاد، یعنی یک راه میانه ای رو دو طرف پیدا بکنن که مثلا آمریکا همزمان مقداری از تحریم‌ها رو لغو کنه و ایران هم به تعهداتش برگرده؟ ایران اول از همه باید دست از غنی‌سازی برداره. موضع من همیشه این بوده. آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آقای لیبرمن این رو گفته بود. من فکر نمی‌کنم موضع بایدن این باشه، ولی امیدوارم موضعش این باشه. این حرف هم بوده که مثلا ما یه مقدار تحریم‌ها رفع بکنیم تا ایران هم یه مقداری به تعهداتش عمل بکنه. به نظر من چنین قاعده اشتباهه. اول از همه فکر نمی‌کنم ایران اینو قبول بکنه. من فکر می‌کنم که دولت ایران میدونه که بایدن انقدر درمانده هست و میخواد که به برجام برگرده، ایران میدونه که امتیازی لازم نیست بده برای این کار. شما در مقاله‌ای که حدود 5 روز پیش نوشتید به دولت، از دولت بایدن خواستید که عجله نکنه برای برگشت به برجام، اما دولت خود آقای بایدن و وزیر خارجه او میگن که ایران اگه در همین شرایطی که هست با همین سرعت پیش بره، ظرف چند ماه آینده مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای رو در اختیار خواهد داشت. در این شرایط دولت بایدن چه باید بکنه پس؟ من فکر میکنم انقدر برجام ناقص بود که به هر حال این اتفاق میافتاد. برای همین هستش که موضع دولت سابق ترامپ خیلی بهتر از برجام بود، برای اینکه انقدر تحریم‌های سختی به ایران اعمال کرده بود که ایران نمیتونست اون مواد لازم و پول لازم رو بگیره که این فعالیت‌های هسته‌ای خودشو گسترش بده. به نظر من بهترین کار هستش که یا سیاست فشار حداکثری
پرزیدنت سابق ترامپ ادامه پیدا بکنه یا اینکه ما با متحدان دیگه آمریکا مذاکره بکنیم که فشار بیشتر بر ایران بیاریم که نه فقط رو برنامه هسته‌ایش محدودیت ایجاد بشه بلکه در زمینه برنامه موشکیش هم محدودیت ایجاد بشه. ولی شما این سوال رو جواب ندادید که اونطور که خود آقای بلینکن میگه در 3 تا 4 ماه آینده ایران مواد لازم رو در اختیار خواهد داشت برای ساخت سلاح هسته‌ای، یعنی در مقابل روی خودش دولت بایدن خطر بزرگتری رو میبینه، چه باید بکنه؟ من فکر نمی کنم چقدر حرفای وزیر خارجه آمریکا معتبره یا چقدر دقیقه. ایران مدت ها سرجرزنی می کنه در بحث برجام. اینکه حالا ایران به برجام برگرده جلوی غلیسازی اورانی رو نمیگه، چون ایران به هر حال پنهانی داره سانترفیوژ درست میکنه، اورانیوم رو غلیسازی میکنه، فناوری هایی که نباید داشته باشه رو به دست میاره. واقعیت اینه که اصلا ایران باید کلن برنامه‌ای که میتونه به ساختن سلاح اتمی منجر بشه رو کنار بذاره، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، مخصوصا غنی‌سازی اورانیوم. اگه بتونیم به این مسئله برسیم، اون موقع واقعا امنیت رو در خاورمیانه بالا بردیم و امیدوار هستم بر این اساس باشه که دولت بایدن و دولت ایران بتونن برن به جلو و به توافق برسن. شما سیاست فشار حداکثری رو در مقاله خودتون هم سیاست موفقی خوندین، مشخصا هم به دست دولت آقای بایدن اهرم‌هایی رو داده برای گذاشتن فشار بر ایران، اما ادامه این سیاست دقیقاً به چه نتیجه ممکن بود برسه حتی اگر دولت آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد؟ من سیاست فشار حداکثری رو ادامه میدادم، تحریم‌های بیشتری رو اعمال می‌کردم. شاید اگه پرزیدنت ترامپ هنوز سر کار بود میتونست به متحدان اروپایی ما فشار بیاره که اونها هم همراه ما بشن. خیلی راه حل کاملی نیست. بهترین راه حل این هستش که به ایران حمله نظامی بشه، ولی من نمیخواستم این کارو بکنیم، پرزیدنت ترامپ هم نمیخواست این کارو بکنه. برای من بهترین راه این بود که به همه تحریم‌های اقتصادی ادامه بدیم و سعی بکنیم که از متحدان غربی خودمون هم درخواست کنیم که همراه بشن با این تحریم ها تا بتونیم جلوی ایران رو بگیریم که تهدید برای منطقه نباشه و اون ظرفیت رو نداشته باشه که بتونه بعداً سلاحی تولید بکنه که باهاش بخواد بمب اتم بسازه. ممنونم از شما آقای فلایتس. فرد فلایتس، رئیس پیشین دفتر شورای امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ. اما برای بحث بیشتر در مورد همین صحبت‌های آقای فرایس و آنچه که امروز مطرح شد، یارت پورتر با ما هست، نویسنده کتاب بحران ساختگی، داستان ناگفته ایران هسته‌ای که در ایران هم منتشر شده. کتاب او از ارلینگتون در ایالت ویرجینیا. آقای پورتر به ما پیوسته. آقای پورتر، فکر می‌کنم صحبت‌های آقای فرایس رو هم کم و بیش شنیده باشید. او معتقد هست که دولت آقای بایدن باید سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، اما پیش از اینکه به اون برسیم کمی راجع به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای صحبت بکنیم. چقدر فکر می‌کنید درخواست‌های رهبر ایران منطقی هست؟ من فکر می‌کنم اون چیزی که ما الان داریم راجع بهش حرف می‌زنیم این هست که یک اتفاقی که باید بیفته این هستش که آمریکا باید به برجام برگرده، یعنی اینکه تمام تحریم‌هایی که توسط دولت بایدن برخلاف توافق برجام علیه ایران اعمال شده بود، باید همه تحریم‌ها لغو بشن و این خیلی روشن هست و یک گام ضروری هستش برای اینکه آمریکا بتونه به برجام برگرده. متاسفانه من فکر کنم مخاطبان شما هم میدونن که دولت بایدن تا الان گفته که این حرفی که من میزنم انجام نخواهد داد، به جای اینکه خیلی صریح و راحت از طرف آمریکا برگرده به برجام، میخواد حالا بیاد مثلا یک راه حل بینابین ارائه بده که مثلا یه مزیت‌های اقتصادی به ایران بده، یه گشایش‌های اقتصادی برای ایران قائل بشه، ولی از اون اهرامی که پرزیدنت ترامپ داده همچنان استفاده بکنه، همچنان
تحریم های نفتی رو به عنوان یک اهرم فشار نگه داره علیه ایران. همونطور که من در مقالم چند روز پیش گفتم، دولت بایدن الان داره مقداری از اون تحریم های دولت سابق رو به عنوان اهرمی علیه ایران نگه میداره و نمیخواد اهرم ها رو از دست بده. برای همین ظاهرا انگار آمریکا نمیخواد اهرم ها رو از دست بده تا به برجام برگرده، و برای همین الان ما اینجا در یک بنبست قرار گرفتیم. وقت تنگ هست. 21 فوریه ایران موعدی گذاشته که تعهدات خودشون رو به پروتکل الحاقی حذف خواهند کرد و بنابراین اجازه نخواهند داد که بازرسی های سرزده از تاسیسات هسته‌ای ایران صورت بگیره، چون خیلی مهم بود که راستی آزمایی بشه راجع به فعالیت هسته‌ای ایران. برای همین من فکر میکنم که این خیلی وضعیت الان بدی هستش که پیش اومده، برای اینکه این وضعیت منجر به بحرانی منجر خواهد شد در یک مدت خیلی کوتاه، مگر اینکه دولت آمریکا شروع کنه این قضیه رو به یه شکل دیگه ببینه. و الان هم خیلی بدبینم که آمریکا واقعا بتونه همچین کاری بکنه و بکنه این کارو. مشکل برای برداشتن تحریم ها به نظر شما کجاست؟ آیا نگرش دولت جدید آمریکاست، کشورهای منطقه با ایران هست که اونها ایران رو تهدیدی میبینند، یا مشکلات دیگری هم وجود داره؟ بله، مسئله بسیار پیچیده هستش. تمام عوامل مختلفی که شما گفتین رو میشه در نظر گرفت و اینها هم لحاظ شده توسط پرزیدنت بایدن و مشاوران پرزیدنت بایدن. من شخصا همونجوری که در مقالم چند روز پیش منتشر شد گفتم، عامل اصلی در اینجا برمیگرده به همون مسئله ای که در دولت اوباما وجود داشت، چون هم وزیر خارجه آمریکا و هم مشاور امنیت ملی پرزیدنت بایدن کسانی بودند که در همون زمان پرزیدنت اوباما سیاست آمریکا رو نسبت به ایران و نسبت به برجام تنظیم کردند. هر دو این مقام و دیگر مقامات ارشد آمریکا همیشه معتقد بودند آمریکا باید علیه ایران به قول خودشون اهرم داشته باشه، و این اهرم های هستش که در دیپلماسی میخوان استفاده بکنند. قبلا این اهرم ها تهدید نظامی بود، حالا اون دوره تموم شده. حالا آمریکا فکر نمیکنه تهدید نظامی میتونه اهرم باشه، ولی واقعا فکر میکنن که تحریم های اقتصادی یه نوع اهرم دیپلماتیک است، و این اعتقاد به اهرم داشتن و استفاده از این اهرم ها و این علاقه مقامات به استفاده از اهرم ها به نظر من دلیل اصلی هست که چرا دولت بایدن همچنان داره این موضع گیریه که میکنه که امروز کرد، یعنی نمیخواد برگرده به برجام که مشکل رو خیلی سریع و فوری حل بکنه. تصویری که شما دارید از آنچه که از توافق باقی مانده و موضع دو طرف و به خصوص دولت آمریکا نشان میدید، به نظر میرسه که شرایط بغرنجی است، یعنی شرایطی که احتمالاً دولت آمریکا نخواهد توانست با توجه به این پیش شرطهایی که ایران گذاشته به برجام برگرده، و به این زودی ها نباید شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم، و همینطور ایران تعهداتش رو بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد. در نهایت به کجا خواهد رسید؟ آیا شکست برجام رو در پیش داریم؟ من واقعا نمیدونم، صادقانه بگم نمیدونم، ولی خیلی بستگی داره به این که آیا سیاستگزاران اصلی جو بایدن در بحث امنیت ملی آیا این درایت رو دارن که بفهمن مرتکب یک اشتباه خیلی جدی شدن، یه اشتباه جدی که میتونه به نتایج فاجعه بار منجر بشه. من فکر نمی‌کنم اینا اون درایتی و اون بینش لازم رو داشته باشن که این مسئله رو بفهمن. واقعیت رو بخواین، راه حل دیگه وجود نداره جز بازگشت دو طرف به برجام. الان دولت
آمریکا نمیخواد بپذیره که برای بازگشت به برجام باید دست از این تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران برداره، چون این تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرد برخلاف برجام بود، نقض برجام بود و نمیتونه این تحریم‌ها توسط دولت بایدن هم به همین شکل ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه واقعا بخواین اصلا برجام رو از دست بدن. به همین سادگیه، دو تا چهار تاست. من فکر نمی‌کنم بشه جور دیگه استدلال کرد، مگر اینکه به قول مهمون قبلی شما فرد فلایتس، هدف شما این باشه که واقعا بخواین یه درگیری نظامی داشته باشین، چیزی که اسرائیلیا همیشه می‌خواستن، یه درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل. واقعیت اینه که امثال مهمان سابق شما فرد فلایتس همون کسانی هستن که دارن دیدگاه‌های رو باستاب میدن که اسرائیل مدت‌ها بود دنبال می‌کرده. ممنونم از شما گرس پوتر، نویسنده و روزنامه‌نگار. همکارم خشایر جنیدی از واشنگتن به ما پیوسته تا بیشتر صحبت کنیم راجع به مصاحبه‌ای که آقای بایدن داشت. خشایر، در این مصاحبه آقای بایدن بله نگفت، ولی به نوعی حداقل سرش رو تکون داد که انگار تایید می‌کنه گفته‌های خانم اون گزارشگر رو، اما حالا ظاهراً مقام کاخ سفید مجبور شدن که احصائیه‌ای بدن. بله، کاخ سفید لحظات قبل توضیحاتی دادن در مورد مصاحبه آقای بایدن و گفتن که اون چیزی که آقای بایدن گفته در مورد اینکه ایران باید غنی‌سازی رو متوقف کنه برای اینکه مذاکرات آغاز بشه، منظور غنی‌سازی فراتر از حد مجاز در برجام هست. در مصاحبه که شبکه CBS با آقای بایدن انجام داده و بخش کوچکی از این مصاحبه هم به ایران برمیگرده، خبرنگار شبکه CBS از آقای بایدن اینطور سوال میکنه که آیا آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه تا ایران به میز مذاکره برگرده، و آقای بایدن میگه نه، و دوباره سوال میپرسه که آیا اونها باید اول غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنن، و آقای بایدن سرش رو تکون میده در تایید، که حالا توضیح میدن که منظور آقای بایدن از این حرکت این بوده که باید غنی‌سازی فرای از حد مجاز در برجام رو متوقف کنه، نه اندازه‌ای که حدی که در برجام مشخص شده. همزمان گفته میشه که وزیر خارجه ایران ماجرا ظریف هم مصاحبه داشته با CNN، راجع به اون چه میتونی بگی؟ آقای ظریف امروز صبح با شبکه CNN مصاحبه داشت با برنامه فرید زکریا. این مصاحبه به طور زنده و پس از سخنان رهبر ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بود. آقای ظریف به چند نکته اشاره کرد در مصاحبهش، که از جمله اینکه آمریکایی‌ها از برجام اول خارج شدن، بنابراین اول اونها باید برگردن، و گفت که ایران از توافقنامه هسته‌ای خارج نشده، بعضی از تعهداتش رو نسبت به اون کم کرده بوده، و گفته که آقای بایدن میتونه بر ادامه سیاست‌های آقای ترامپ ادامه بده و شکست رو روی شکست بسازه. به یک نکته اشاره کرد که دریافت غرامت از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام پیش شرط ایران برای مذاکره نیست. در مورد مذاکره بر سر برنامه موشکی بالستیک که ایران از آقای ظریف سوال کرد، خبرنگار مجری CNN که آقای ظریف به این نکته اشاره کرد که در مذاکراتی که با جان کری و گروه پنج بلوه که انجام داده بودن قبلا، بحث موشکی اونجا هم مطرح شد، ولی از اونجایی که آمریکایی‌ها در اون زمان نمیتونستن پاسخگوی خواسته ایران در مورد فروش تسلیحات به کشورهای همسایه و منطقه ایران باشن، اون موقع این بحث از گفتگوها رو کنار گذاشتن. اونطوری که آقای ظریف در موردش صحبت کرد، گفتش که پنجره برای مذاکره و گفتگو بسته نمیشه، منتها آمریکا هر چه زودتر به تعهداتش برگرده کار آسان‌تر خواهد بود، و به این نکته اشاره کرد که دولت ایران تعهد قانونی داره که حدودای 21 فوریه از حضور بازرس‌های بین‌المللی در تأسیسات اتمی خودش کاهش بده این حضور رو، نه اینکه کامل قطع کنه دسترسی اونها رو. اینطور گفت که به الزام رعایت پروتکل الحاقی اون موقع طبق قانونی که وجود داره برداشته میشه و حضور بازرسان کمرنگ خواهد شد. ممنونم از خشایر جنیدی، همکارم از واشنگتن. بابا محمد باقر قالیباف با پیامی از رهبر جمهوری اسلامی ایران راهی روسیه شده. سفر او با حاشیه‌ها و بحث‌های زیادی همراه شده بود. ابتدا اعلام شد آقای قالیباف با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد، اما بعد این خبر تکذیب شد و اعلام شد رئیس مجلس ایران پروتکل‌های بهداشتی دیدار با آقای پوتین را نپذیرفته.
قرار است پیام آیت الله خامنه ای به نماینده آقای پوتین تحویل شود. اما چرا این بار رئیس مجلس شورای اسلامی حامل پیام آیت الله خامنه ای است؟ گزارش ببینیم از فرین حسین. ورود محمد باقر قالیباف به مسکو در قامت حامل پیام رهبر ایران، این هم صحبت‌های او پیش از ظهر امروز قبل از ترک تهران. یکی از برجستگی‌های این سفر هم این هست که در این سفر در همین راستای مسائل راهبردی حاوی پیام مهمی در همین چارچوب هستیم. اما چرا این بار به جای وزیر خارجه یا مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل رئیس مجلس حامل پیام است؟ این رشته توییت مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف در امور راهبردی شاید پاسخی باشد به این سوال. طبیعی است کسانی که با همه توان پیگیری کردند تا این سفر منتفی شود یا پیامی داده نشود یا پیامی را فردی به جز آقای قالیباف منتقل کند و اکنون هم ماندند که ماجرا چیست و چرا هرچه زدند به در بسته خوردند عصبی و پریشان باشند. اما این حاشیه ها به این ماموریت تاریخی لطمه ای نمی زند. آقای محمدی گفته محمد باقر قالیباف امین و فرستاده رهبر ایران است و این اولین بار نیست که آیت الله خامنه ای متنی مکتوب برای رئیس جمهوری روسیه میفرستد، در حالی که دو سال پیش علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای با پیامی از سوی او به مسکو رفته بود. وضعیت ویژه و حساس کنونی جهان هست و اگر انشاءالله گفتگوهای بنده با جناب آقای پوتین ریاست محترم جمهوری روسیه و سایر مقامات این کشور انشاءالله اونطور که انتظار میره پیش بره، باید گفت که این سفر یه نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور خواهد بود. این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی چانه‌زنی دیپلماتیک را به فردی غیر از وزیر خارجه می سپارد. نمونهش هم این جلسه، سفر بیخبر دو سال پیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران و دیدارش با مسئولان مختلف. همه بودند جز وزیر خارجه ایران، از جمله قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس که به دست آمریکا کشته شد هم حضور داشت. سفر بشار اسد استعفای محمد جواد ظریف را در پی داشت، استعفایی که در نهایت هم پذیرفته نشد. وبسایت انتخاب همان زمان نوشت که آقای ظریف به انتخاب گفته که بعد از انتشار عکس‌های این جلسه دیگر به عنوان وزیر خارجه ایران در جهان اعتباری ندارد. وزیر خارجه ایران چندی پیش در گفتگو با روزنامه اعتماد هم گفته بود در بعضی سیاست‌های خارجی ایران مانند روسیه نقش زیادی داشته و در بعضی نقشی محدود. من در تدوین سیاست‌های برجام نقش بیشتری داشتم، در تدوین سیاست‌های منطقه‌ای نقش محدودتری داشتم، در تدوین سیاست‌های ایران با روسیه نقش برجسته‌ای داشتم، در تدوین سیاست‌های ایران با چین نقش برجسته‌ای داشتم، در تدوین سیاست‌های ایران با آمریکای لاتین نقش بسیار مهم می‌داشتم، اما در تدوین سیاست‌های ایران در منطقه نقش کمتری داشتم. نمیگم نقش نداشتم، نقش کمتری داشتم، اما مجری همه این سیاست‌ها بودم و مدافع همه آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده. ممکنه بعضی سیاست‌ها رو، نه سیاست‌های منطقه‌ای، بعضی سیاست‌ها رو من اصلاً قبول نداشتم. ممکنه بعضی سیاست‌ها برای کارشکنی در کار خود من دنبال شده بود، اما وقتی من در مقابل جهان قرار می‌گیرم، من نماینده مجموعه حاکمیت ایران هستم و لذا باید از چیزایی دفاع کنم که خودم هم به اونها باور ندارم، منتقد بعضی از اونها هستم. پیام رهبر ایران هر چه باشد و حامل آن هر که باشد، نباید فراموش کرد که به هر حال دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی با نظر و رأی آیت الله خامنه ای اداره می شود. حتی اگر بازیگران سیاسی از فرصت‌های به دست آمده برای مانور سیاسی در آستانه انتخابات استفاده کنند. فرین آسمی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در مورد این سفر بهنام قلی‌پور با ما هست، روزنامه‌نگار از پراگ در جمهوری چک. آقای قلی‌پور، به نظر میاد که بیشتر توجه روی شخص آقای قالیباف است به جای اینکه مثلا دیده بشه که این سفر به چه دلیلی داره انجام میشه یا محتوای اون پیام چه هست. فکر میکنید واقعا مهم هست که چه کسی اون پیام رو میبره؟ بله، همونش که شما اشاره کردید، این اتفاق در واقع به حاشیه کشیده شده. اون چیزی که در این سفر مهم هست نامه به تعویق افتاده سه ماه اخیر آقای خامنه‌ای به پوتین هستش که آقای پوتین بر اساس گزارش هایی که در
دست هست، 3 ماه از گرفتن این نامه خودداری کرده و در نهایت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که حتی این نامه رو بده به نماینده آقای پوتین، که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی این نامه بسیار مهم هست، که به نظر میرسه که آقای پوتین از محتوای این نامه هم آگاه هست و هم احتمالاً رضایتی نداره از این محتوای این در واقع نامه که میتونه پیام رسمی آقای خامنه‌ای به آقای پوتین مبنی بر آغاز برخی از مذاکرات در حوزه برجام با غرب و امریکا باشه، که این مسئله خوشایند آقای پوتین نبوده و نیست. به نظر میرسه که آنچه که در این سفر بسیار مهم هست محتوای نامه هست، نه آنچه که در واقع الان در شبکه‌های اجتماعی به عنوان ناکامی آقای قالیباف در دیدار با آقای پوتین مطرح میشه. ولی خواهی نخواهی به هر حال اون کسی که این نامه رو میبره هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. پیشتر صحبت از این شد که 2 سال پیش آقای ولایتی مثلا نامه‌های این چنینی رو میبرد و به رهبران کشورهای دیگه میرسوند و خب نقش آیت الله خامنه‌ای هم در سیاست خارجی ایران کاملا کلیدی است و عملا اوست که تصمیم گیری میکنه در بسیاری موارد. آقای قالیباف شخص درستی بوده اصولا برای انتقال این پیام، به خصوص با توجه به اینکه بسیاری خب نگاه به آنچه که نگاه به انتخابات پیش رو دارند و خیلی فکر میکنن که شاید او شخصی باشه که به این طریق آقای خامنه‌ای داره او رو تایید میکنه برای شرکت کردن در اون انتخابات. بله، این پیام ها هم پیام های مهمی میتونه باشه. آقای قالیباف نیم نگاهی به موضوع انتخابات سال آینده داره، مضاف بر این که آقای خامنه‌ای همواره از در واقع وزیر خارجه خاص خودش رو داشته. در یک دوره آقای ولایتی بوده، در یک دوره آقای لاریجانی بوده که الان موضوع چین و قرارداد همکاری با چین رو داره پیگیری میکنه، و در واقع در حال حاضر آقای قالیباف تبدیل شده به وزیر خارجه شخصی آقای خامنه‌ای، که پیام مخصوص ایشون رو به برخی از رهبران کشورهای مختلف میبره. همونطور که شما اشاره کردید، آقای قالیباف بی‌تردید از این سفر نگاه انتخاباتی داره، رقباش هم این موضوع رو میدونن. علت این که این حاشیه‌های فراوان در دست کم 2 روز اخیر در خصوص این سفر ایجاد شده، بخشی در واقع کسانی هستن که رقبای آقای قالیباف میتونن باشن، حتی از جناح خود محافظه‌کاران که انتقادها و در واقع اعتراض های شدیدی طی این 48 ساعت اخیر به این سفر آقای قالیباف داشتن که از دیدها هم پنهان نمونده. اشاره به حداقل گمان زنی هایی که در مورد محتوای این پیام شده کردید، چقدر فکر میکنید دولت آقای روحانی در مورد محتوای این پیام یا آنچه که برای روسا برده میشه در جریان هست، فکر میکنید واکنش اونها یا نشانه هایی هست که اونها چقدر از این سفر راضی هستن یا نه؟ استنباط این هستش که مجموعه نظام از محتوای این نامه آگاه هست. این نامه در واقع تصمیم رسمی جمهوری اسلامی در واقع هستش که قراره به طور رسمی از جانب آقای خامنه‌ای ابلاغ بشه آقای پوتین. به گمان من آقای پوتین در واقع متن نامه رو میدونه، چرا که قبلا این تصمیم گرفته شده، و احتمالاً آقای خامنه‌ای خواسته طی یک نامه رسمی این نامه این در واقع این موضع جدید جمهوری اسلامی که میتونه آغاز مذاکرات جدید با امریکا و اروپا در حوزه برنامه هسته‌ای و برجام باشه در بر بگیره، و به همین خاطر من تصور میکنم که دولت آقای روحانی هم از محتوای این نامه آگاه هستش. آیا میشه فرستادن آقای قالیباف به روسیه رو کم و بیش تحلیلی کرد ازش و گفت که نقش محمد جواد ظریف داره کمرنگ میشه، به خصوص با پایان گرفتن دولت آقای روحانی؟ در حوزه هایی که بسیار مهم بوده، آقای ظریف هم در گزارششون اشاره کردید، در بعضی از حوزه ها حضور نداشته، چندان در واقع به ایشون وزن داده نشده، به خصوص از جانب آقای خامنه‌ای. همونطور که در واقع پیش بینی هم میشه، در ماه های پایانی دولت آقای روحانی هستیم، طبیعتا آقای خامنه‌ای و مجموعه حاکمیت ترجیح میده که تصمیم های مهم رو دیگه محول بکنه به دولتی که امیدواره که همسو با حاکمیت بر سر کار بیاد.
ممنون از شما به نام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ. مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، امروز به تهران سفر کرد. بر اساس بیانیه دفتر آقای گریفیتس، او در این سفر با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و تعدادی دیگر از مقام‌های ایرانی ملاقات خواهد کرد. این نخستین بار است که این مقام سازمان ملل به ایران سفر می‌کند. مارتین گریفیتس در تلاش است تا طرفین درگیری‌های یمن آتش بس اعلام کنند و راه ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن هموار شود. کیوان حسینی همکارم اینجا با من هست، این سفر رو دنبال کرده امروز. و کیوان، کمی اول برامون بگو که این سفر چرا مهمه، به خصوص که اولین بار هست که او به ایران سفر میکنه. دقیقاً، آقای گریفیتس حدود 3 سال هستش که به این مقام رسیده و در این دوره به دستاوردهایی هم دست پیدا کرده، از جمله کسی است که برای اولین بار موفق شد حوثی‌ها رو و نمایندگان دولت رو در سوئد دور یک میز بنشونه تا بتونن با هم مذاکره بکنن. در همین دوران بود که مسئله فاجعه حقوق در واقع بشر دوستانه در یمن به طور جدی در سطوح عالی مطرح شد. سازمان ملل اعلام کرد که بزرگترین فاجعه انسانی داره در یمن رخ میده و تونست آتش بس هدیده رو در واقع برنامه ریزی بکنه و اعتبارش به اسم آقای گریفیتس نوشته میشه. ولی در این حال، در حال حاضر که رئیس جمهور آمریکا مسیر جدیدی رو برای کشورش تعیین کرده، وضعیت در یمن کماکان وضعیتی هستش که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری در ارتباط با اون ابراز نگرانی می‌کنند. و مهمتر این که اگر ایشون به دنبال این بوده که صلح در یمن اتفاق بیفته، هیچ چشم‌اندازی برای پایان جنگ یمن وجود نداره. این در حالی که به نظر میاد با توجه به تغییراتی که در کاخ سفید رخ داده و تغییر سیاستی که آقای بایدن اعلام کرده، یک بزنگاهی مومنتومی شکل گرفته برای اینکه بشه مسئله یمن رو به جای رسوند که تا اندازه‌ای حداقل چشم‌اندازی برای پایان کار هم وجود داشته باشه. همزمان جنگ یمن در تمام این 5 سال یک جنگ نیابتی توصیف شده، به این معنا که در ظاهر گروه‌هایی دارن با هم می‌جنگن، حوثی‌ها، طرفداران دولت و ائتلاف عربی، اما در باطن این جنگی است بین ایران و عربستان. به این دلیل هرگز نبودن ایران بر پای میز مذاکره برای کسی مثل آقای گریفیتس احتمالاً یک در واقع حل مشکل نبوده و همیشه به دنبال این بوده که به شکلی صحبت‌های زیادی کرده که باید همه طرف‌ها باشن، همه نمایندگان باشن، همه بازیگرانی که نقش و نفوذ دارن بر پای میز مذاکره باشن که کشورهای عربی مخالف بودند، و حالا داره از این فرصت استفاده می‌کنه که بره و نظر تهران رو هم جلب بکنه در ارتباط با مذاکرات و وضعیتی که وجود داره و آتش بسی که میخواد طولانی ترش بکنه. و این جنگی است که همچنان هم ادامه داره، گرچه هر روز در خبرها نیست، ولی همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه به استودیو بیایم دیدم که عربستان گفته که دوباره یک هواپیمای بدون سرنشینی رو که حوثی ها به سمت عربستان داشتن میفرستادن سرنگون کرده. چیزی است که هر روز شاید جزء خبرهایی است که ما هر روز اونها رو میخونیم. یه نگاهی اگه بکنیم، واقعا این مذاکراتی که امروز در ایران آقای گریفیتس انجام میده برای یمن چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ این نکته بسیار مهمی هست، به خاطری که یمن برای جمهوری اسلامی ایران شباهتی به باقی کشورهایی که اون رو در چارچوب محور مقاومت توصیف میکنه نداره. ایران در عراق، سوریه و لبنان میشه گفتش که نفوذ و قدرتی داره که کاملا ملموس هست، و ارتباطی که با اون گروه ها در اونجا داره به یک شکل دیگری است. ارتباطی که با گروه انصار الله در یمن داره بدین شکلی که از نظر تبلیغاتی میگه ما نه ازشون حمایت مالی میکنیم و نه حمایت تسلیحاتی میکنیم، فقط حمایت معنوی میکنیم. حتی بحث حضور نظامی جدی اونطوری که مثلا در سوریه هست هم نیست و نبوده هرگز. از این جهت همیشه این سوال وجود داشته که اگر حالا ما ایران رو هم بیاریم پای میز مذاکره، آیا اینها میتونن واقعا گروه انصار الله رو راضی بکنن که مثلا دست از حملات برداره یا نه؟ این پرسش همچنان بر سر جای خودش باقی است. اما از یه طرف دیگه، اینکه ایران بازیگر این جنگ هست قابل اثباته، و اون هم مسئله موشک هاست، مسئله همین پهباد هاست که بهش اشاره کردی، همین در واقع انتقاداتی که عربستان و سعودی داره میکنه. موشک هایی که به عربستان خورده، بخشیش رو در تحقیقات سازمان ملل گفتند که ساخت ایران هست. اگر این موشک ها ساخت ایران هست و درست اونطوری که عربستان میگه و منتقدین میگن ایران داره به شکلی به حوثی ها سلاح میرسونه، معنیش اینه که ایران بازیگر مستقیم این جنگه، و وقتی بازیگر مستقیم جنگه، اون وقت اهمیت داره که ایران چه میگه، چی میخواد، حرف حسابش چیه، و در نهایت آیا اون هدفی رو که میخواد
قابل دستیابی هست یا نه که پای میز مذاکره بشه دربارش صحبت کرد. حالا ایران در یمن دقیقاً چه میخواد؟ آیا فقط به دنبال مقابله با عربستانه؟ مهمترین و اصلترین در واقع نفعی که حضور ایران و نفوذ ایران در یمن برای ایران داره رویارویی با عربستان و در واقع کاهش اعتبار عربستان هست و به نوعی یک برگی هست در یک رقابت گسترده تری که در خاورمیانه شکل گرفته بین ایران متحدانش و عربستان متحدانش که هر دو در تلاش هستند که به قدرت اول مسلط و هژمونی که منطقه تبدیل بشن در بین کشورهای اسلامی در رقابت با ترکیه هم که البته هست. با این وصف در واقع میشه گفتش که ایران تا اندازه‌ای حتی به برخی از خواسته هاش هم رسیده برای ضربه زدن به اعتبار عربستان به دلیل نتیجه‌ای که روی زمین گرفته شده و جنگی که عربستان می‌خواست که به سرعت حوثی‌ها رو شکست بده نتونست شکست بده. به جز این خواسته های دیگر ایران اگر که مبنی بر مسئله هژمونی و سیاست خارجی تهاجمیش باشه همونطوری که در سوریه و عراق و لبنان پیگیر اون هست خواسته های گسترده‌ای هستند که بخشیش به رسمیت شناخته شدن قدرت و تسلط ایران بر منطقه است و بخش دیگرش هم کاهش اعتبار و نفوذ طرف مقابل. هر دو خواسته ها خواسته های بسیار دشواری هستند که دستیابی به اونها در پای میز مذاکره با توجه به وضعیتی که الان در یمن هست هم بسیار دشواره. ممنونم ازت کیوان. کیوان حسینی همکار اینجا هست. در میان چهار محکوم دادگاهی که به تازگی در بلژیک برای رسیدگی به پرونده طرح بمب‌گذاری در همایش سالانه مجاهدین برگزار شد، یک شاعر هم دیده می شود. شاعر ایرانی که کتابهایش را به فارسی منتشر می کرد و شعرهایش به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم ترجمه شده. مهرداد عارفانی برای مهاجران علاقمند به شعر معاصر فارسی نامی آشنا بود. همکارم علی خردپیر گزارشی درباره او تهیه کرده که با هم می‌بینیم. من جهان من در رابطه با شعر جهان نبرد ساختارهاست، ساختارهایی که من میبینم خودش تبدیل به یک شعر شده. چهره ای شناخته شده میان مهاجران ایرانی علاقمند به ادبیات در اروپا. متولد مرداد 1342 در شهسوار، پناهنده سیاسی در بلژیک. شاعری 57 ساله که از صلح میگفت. به شجریان میگوییم برای ما چپها ربنا بخواند. بعد طالبان بیاید دستار روی زمین نمازش را لیوان به لیوان شود با کفر. و از سر خشم از حکومت به زبان کنایه دلتنگ زندان اوین می شد. دل من تنگ شده برای شبهای اوین، کهریزک، سیگار شیراز زرین، نصف نصف توی تاریکی مثل فانوس، توی این دست می رفت و توی آن دست. او حالا به جرم همکاری در یک طرح بمب‌گذاری در حومه پاریس در دادگاهی در بلژیک به 17 سال زندان محکوم شده. مهرداد عارفانی که شعر می‌نوشت و دکلمه می‌کرد و در محافل ادبی به نقد متن می‌نشست، امروز یکی از محکومان پرونده برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه مجاهدین خلق در فرانسه است. اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش در کنار امیر سعدونی و نسیم نعامی، سه محکوم دیگر طراحی انفجار این گردهمایی با 500 گرم مواد منفجره هستند. پرونده‌ای که از سال 2018 دستگاه امنیتی چند کشور را در اروپا به خود مشغول کرد و سرانجام محکومیت اولین دیپلمات حکومت ایران را در اروپا رقم زد. مهرداد عارفانی به جرم هدایت و نظارت بر دو عامل دیگر این طرح در پاریس دستگیر و به بلژیک مسترد شد. 15 سال بیشتر نداشت که به فعالیت سیاسی روی آورد. گرایشی که 3 سال بعد در سال پرتب و تاب 1360 به بازداشت و زندانی شدنش انجامید. دلیل زندانی شدنش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. 6 سال بعد از ایران به اتحاد جماهیر شوروی گریخت. این مهاجرت اما چند ماهی بیشتر به طول نینجامید و بازگشت. از 30 سالگی به ادبیات رو آورد و شعر نوشت. می گفت که از 1372 حدود 5 سالی را در کرج زندگی می کرده و به آموزش تعمیر کولرهای گازی مشغول بوده. 1379 یک بار دیگر به قصد مهاجرت از مرز ایران گذشت. این بار به استانبول، سپس سارایوو و ایتالیا رفت و سرآخر هم از بلژیک سر در آورد.
مهمان ناخوانده در سرزمین میزبان دامن شعر را رها نکرد، به فارسی می نوشت و کتابهایش را منتشر می کرد. عضو بنیاد بین المللی شعر شد و شعرش به زبانهای دیگر هم ترجمه شد. مجاز مرسل رو ما در ادبیات خودمون نوع خاصی تعریف میکنیم. شاعر گریخته از زادگاه برای امرار معاش از محافل کوچک ادبی و سیاسی فیلم برداری میکرد. با این حال میگویند که از مجاهدین برای کارش دست مزدی نمیگرفت. سرسختان علیه حکومت ایران حرف میزد و خود را تبعیدی مینامید. عارفانی برای هواداری از همان تشکلی در ایران زندانی شده بود که 37 سال بعد به همدستی در تلاش بمب‌گذاری در همایش سالانه‌اش محکوم شد. این بار در آنتورپ بلژیک. باران هفته پیش جوان را با عکس‌ها و پرچم‌ها پرسش‌های زیادی بی پاسخ مانده، از جمله اینکه چه شد هوادار سابق مجاهدین به دشمنی با آنها برخاست، یا مهمتر چه چیزی شاعر را بمب گذار کرد. اگر بتونید ضربه اساسی رو به موقع و سر جاش بزنید. علی خردپیر، بی بی سی. عده‌ای از طرفداران تیم استقلال و کاپیتان این تیم بوریا قفوری امروز بیرون ساختمان این تیم تجمع کردند. بوریا قفوری بعد از اینکه پرداخت موعد خودش رو دریافت نکرده بود به مدیریت تیم اخطار فرستاده و حالا مسئولان تیم از او به عنوان به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کردند. اولا کسانی که امروز بیرون ساختمان تجمع کرده بودند در حمایت از او این تجمع رو شکل داده بودند. کوروش بازیار با ما هست، کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان، که تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای بازیار، چرا باید دقیقاً اول بذارید بگیم که درخواست کسانی که بیرون باشگاه تجمع کرده بودن امروز چه بود؟ حمایت از کاپیتان تیمشون و اخراج آقای مدیر عامل احمد مددی. من یک اشاره کنم به اولین مصاحبه‌ای که احمد مددی قبل از ورودش به مدیریت عامل استقلال با یکی از شبکه‌های تلویزیون داخل داشت، گفتش که من قرار هستش که با انضباط من قرار هستش که انضباط مالی رو با دعا به این تیم برگردونم. مدیر عامل شد، میاد و یک مکاتباتی با کمیته اخلاق میکنه که آیا این قراردادی که در روزهای آخر مدیر عامل قبلی با ووریا بسته شده سندیت داره یا نه، و الان میبینیم که دعاهای آقای مددی بیشتر از اون که شفا بده داره کور میکنه. اختلاف در تیم مشهوده، بازیکنان علیه باشگاه و مدیر عامل مصاحبه میکنن، هواداران در باشگاه رو میگیرن. یه نکته رو من اجازه میخوام سریع اشاره کنم. ما اگر ادعا داریم فوتبالمون از دولت جداست، فوتبالمون حرفه‌ایه و با افتخار میگیم پروانه حرفه‌ای استقلال رو از کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفتیم، باید بپذیریم فوتبال تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی حال حاضر امروز دنیا یک صنعت هست و در صنعت فوتبال هم مثل تمام صنایع دنیا عرضه و تقاضا حرف اول رو میزنه. نکته بعد این هستش که در این قرارداد ووریا هر چند میلیاردی که نوشته شده ما بیایم تبدیل کنیم به یورو یا دلار، مقایسه کنیم با همبازی‌های خارجی ووریا در استقلال، ببینیم چقدر اختلاف دارن. نکته بعد این هستش که بازیکنان ایرانی شاغل در فوتبال ایران که قرارداد می‌بندن، قراردادهای میلیاردی می‌بندن، یک، آیا همه پولشون رو می‌گیرن، سر وقت می‌گیرن؟ اون روزی که پول به حسابشون میاد، که همه میدونیم همه اون پول به حسابشون نمیاد، ارزش اون پول چقدره؟ بنابراین اگر امروز اومدن میگن 14 میلیارد قرارداد آقای ووریا قفوری هست، روزی که این پول به حساب ووریا وارد میشه بایستی ببینیم ارزشش با امروز چقدر اختلاف داشته. هرچه هست به هر حال او قراردادی رو در اختیار داشته. برخی هم میگن این که قرارداد او حالا منتشر شده شاید کار اخلاقی نبوده، اما به هر حال آنچه که او میخواد ظاهرا غیر قانونی نیست، یعنی بر اساس قراردادش میخواد پولش رو بگیره. موافقم با شما. طبق
قوانین فوتبال بازیکن وقتی که با یک باشگاه قرارداد رسمی انعقاد میکنه تمام حقوق خودش رو بایستی بگیره، اما در ایران متاسفانه سالهاست مدیران عامل میان بازیکنان رو مقابل تماشاگران هواداران قرار میدن، میگن که این پولکیه، پولش رو میخواد که بهش فوش بدن و ناسزا بگن در بازی ها. اما نکته بعدی که ما بایستی بهش اشاره کنیم این هستش که این قرارداد دست وریا بوده و هیئت فوتبال تهران چطوری سر از یک خبرگزاری در میاره اینجا یه سوال هست. بنابراین بایستی مواظب بود و تذکر داد در اداره ثبت ایران کسی میره یک سندی رو ثبت کنه کاغذی بهش میدن که روش نوشته ثبت با سند برابر است. برمیگردم به صحبت شما، بنابراین حق با وریاست و وریا میتونه ادعای تمام دستمزدش رو طبق قوانین و طبق اون روزهایی که بهش اشاره شده داشته باشه و این باشگاهی که الان متاسفانه اومده از همون بازی همیشگیش که بازیکن رو مقابل تماشاگر و برعکس قرار بدن داره استفاده میکنه. تیم استقلال ولی در حال حاضر ظاهرا جایگاهش که خوب هست و داره خوبم بازی میکنه و خوبم نتیجه میگیره در حال حاضر در لیگ ایران. این اختلافات اما هنوز مشخص نیست که چه تأثیری ممکنه در بازی‌های آیندهش بگذاره. چقدر ممکنه که هواداران که امروز بیرون این ساختمان تجمع کرده بودن و خواستار برکناری آقای مددی بودن، اونها چقدر ممکنه که به هدفشون برسن؟ خب این برمیگرده به وزارت ورزش به عنوان متولی این تیم بزرگ. اما خوشبختانه بایستی اشاره کنیم که الان یا متاسفانه از اینکه فوتبالمون بدون تماشاگر برگزار میشه، فوتبال دنیا بدون تماشاگر برگزار میشه، اما خوشبختانه الان استقلال تماشاگرانش در استادیوم همراهش نیستن و اون فشار سکوها روی مدیریت تیم، روی نیمکت و به ساق بازیکنان منتقل نمیشه. این یک نکته بسیار خوبی هست. امیدوارم همونطوری که اومدن این قرارداد رو رسانه‌ای کردن، متولیان این باشگاه بیان با مدیران و با مدیر عامل این باشگاه صحبت کنن، اگر قرار هست اتفاقی بیفته سریعتر انجام بشه، چون این تیم قرار است در آسیا به میدان بره و نماینده ایران هست. این مشکلاتی است که ما در روزهای آینده بیشتر ازش خواهیم شنید. ممنونم از شما کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال. از فردا مسابقات جام آزاد تنیس استرالیا شروع میشه، مسابقه هایی که 2 هفته طول میکشه. ورزشکاران از سراسر دنیا در اون شرکت دارن و صدها هزار تماشاچی هم داره. این بلند پروازانه ترین رویداد ورزشی از زمان همگیری جهانی کرونا است. استرالیا فقط به این دلیل میتونه چنین مسابقاتی رو برگزار کنه که سختگیرانه ترین قرنطینه رو برای مهار ویروس پشت سر گذاشته. بازخوانی شده گزارش شایما خلیل خبرنگار بی بی سی از ملبورن رو ببینید. جام آزاد تنیس استرالیا امسال مسیری پر افت و خیز داشته. مقدمات برگزاری این جام تا اینجا شباهتی به گذشته ندارد، اما سرانجام همه چیز برای آغاز مسابقات آماده شده. طرفدارانی که یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه های جهان را در ملبورن پشت سر گذاشتند از بازگشت تنیس خوشحالند. ملبورن یه قطب بزرگ ورزشی دنیاست و مردم اینجا عاشق ورزشن. همین که استادیوم ها پر نیست کمک میکنه که آدم بیشتر با خود بازی ارتباط بگیره و ازش لذت ببره. رسیدن به این مرحله دشوار و گاه جنجالی بوده. صدها تنیس باز از نقاط مختلف دنیا به اینجا پرواز کردند. حدود 72 نفر از آنها که تست کرونای مسافری در هواپیمایشان مثبت بود، قرنطینه سختگیرانه تری نسبت به دیگران داشتند. هفته پیش هم یک دردسر تازه پیش آمد، وقتی که تست یکی از کارکنان هتل محل اقامت بازیکنان و همراهانشان مثبت شد و بیش از 500 نفر قرنطینه شدند تا از همه تست گرفته شود. همه استرالیایی ها از برگزار شدن مسابقات تنیس راضی نیستند. بعضی میگویند برگزاری مسابقات به این وسعت در میانه همه‌گیری جهانی کاری خطرناک است. سارا و جکسون اهل ملبورن هستند اما نمیتوانند مسابقات را از نزدیک تماشا کنند. چرا؟ چون در بریتانیا گیر افتادند.
به ما گفتن جا برای قرنطینه شما بعد از رسیدن نداریم، اما برای تنیس بازها جا پیدا شد. حس میکنم با وجود اینکه شهروند استرالیام، براشون به اندازه این ورزشکارای مشهور اهمیت ندارم. اینجا همه امیدوارن که در دو هفته آینده تنیس قدری حال و هوای مردم را عوض کند. هرچند اوضاع با همیشه فرق خواهد داشت. فقط نیمی از ظرفیت استادیوم ها استفاده خواهد شد و تدابیر بهداشتی همه جا به چشم می‌خورد. خیلی ها به دقت مسابقات را زیر نظر دارند. موضوع فقط تنیس نیست. جام آزاد تنیس استرالیا نشان خواهد داد که مسابقات بزرگ ورزشی در این شرایط دشوار چطور می‌تواند برگزار شود. شایم خلیل، بی بی سی نیوز، ملبورن. جواد خدادادی، استاد قنادی ایرانی، مدت هاست به پختن کیک های مختلف به شکل ها و اندازه های غیرعادی رو آورده و کیک های غول پیکرش که ترکیبی از هنر، آشپزی و مهندسی رو نه فقط در ویترین شیرینی فروشی بلکه در نمایشگاه ها و برنامه های تلویزیونی هم میشه دید. در این ویدیو نگاهی کنید به دیدنی ترین کیک های آقای خدادادی و روایتش از علاقش به این کار رو بشنوید. آقا جان، نه این واقعا کیک الان؟ آره دیگه، کاملا کیکه. جواد خدادادی کسانک هستم، از توابع شهرستان اهر، استان آذربایجان شرقی به دنیا آمدم سال 1350 سهار. تا سال 65 ادامه تحصیل می دادم، بعد اون دیگه رو بردم تو صنعت شیرینی و کیک و دسر. وقتی که متوجه شدم دیگه توی شغل خودم، عرصه هنری هم، بعد سوابق خودم بهترین نوع ممکن میتونم ارائه بدم، اومدم توی بخشی من سرمایه گذاری کردم تو شهر خودم تبریز. یه گنادی باز کردم و در واقع یه کارگاه مجزا، بعد یه شعبه دیگه هم بعدن افتتاح کردیم، میشد 3 مرکز. کارم خلاقیت و نوآوری و بیشتر از بقیه همکارم میتونستم انجام بدم و ارائه میدادم واقعا. و بالاخره هنرمندی که رتبه اول به دست آوردن، جناب آقای جوان خدادادی. بهتون نسخه کامل این گزارش رو در وبسایت ما ببینید. ممنون که همراه ما بودید در 60 دقیقه.